ما خواهان اعلان آتش‌بس بشردوستانه می باشیم. مذاکرات تاریخی صلح بین طالبان و دولت افغانستان با میانجیگری آمریکا. پومپئو میگوید انتخاب نظام سیاسی آینده دست خود افغان هاست. روندی که گفته میشه ماها و سالها را احتمالاً در بر بگیره. ما در موردی روند بازم خلیزاد گفتگو کردیم. چون راه حل نظامی نمیبینیم. یعنی یک وقتی بود که میدیدیم، حالا نمیبینیم. در ادامه برنامه امشب اعدام نوید افکاری، کارزار بین المللی برای نجات کشتیگیر ایرانی کارساز نشد. و تهدید سپاه در واکنش به عادی سازی روابط بحرین و اسرائیل، حاکمان بحرین در انتظار انتقام سخت باشند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. دوحه قطر امروز شاهد اتفاقی تاریخی بود. بالاخره بعد از چندین دهه جنگ و اختلاف و ماه‌ها تأخیر، مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان با گروه طالبان آغاز شد. یکی با دستار آمده بود و دیگری با کت و شلوار. یکی از حکومت اسلامی همه شمول صحبت می‌کند و دیگری از دموکراسی، جمهوریت و حقوق مدنی برای همه از جمله زنان. هر دو خط قرمزهایی دارند و همین خطوط تا امروز مانع گفتگو شده بود. اما حالا به نظر میرسد دو طرف دست کم در یک مورد با هم اشتراک نظر دارند. هر دو از جنگ و گریز خستند و خواهان آتش بس. آتش بسی که میتواند شروع فصلی تازه برای دموکراسی تازه پا گرفته در افغانستان باشد. چقدر میتوان به آینده این گفتگوها امیدوار بود؟ امشب در این باره بیشتر صحبت میکنیم. اول گزارشی از علی حسین. بالاخره پس از ماها روبروی هم نشستند. کلید مذاکرات صلح افغانستان رقم خورد. هیئت افغانستان در یک طرف، هیئت طالبان در طرف دیگر. مذاکراتی که نگاه‌های زیادی به آن دوخته شده. برای پایان جنگی خانمان سوز. بلندپایه‌ترین مقام صلح افغانستان گفت به دوحه آمدند تا فرایندی را رقم بزنند که درد و رنج جنگ را پایان دهد. آقای عبدالله گفت بعد از دهها جنگ زمان اتحاد رسیده. از فرصت استثنایی استفاده و آتش بس شود. آتش بس بشر دوستانه. نه تنها مردم افغانستان بلکه دوستان خیرخواه ما در سراسر جهان از ما توقع دارند تا خشونت را کنار بگذاریم. هر چی زودتر به یک آتش بس دائمی توافق نماییم، بالای یک اجندای جامع توافق کنیم تا مذاکرات مشترک به صلح مورد قبول برای همه منتهی گردد. مسائل مانند قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، مردم سالاری، انتخابات، آزادی بیان، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها، حاکمیت قانون، حقوق مدنی و حقوق بشر از دستاوردهای بزرگ مردم افغانستانند. ما مسئولیت داریم تا نهادهای ملی خود را به شمول نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان که در طی 19 سال اخیر قوام یافتند حفظ و تقویت نماییم. مطمئن هستم که ما می توانیم با یکدیگر حرف بزنیم، با یکدیگر خود گوش فرا دهیم و درباره دیدگاه ها و موضوع های خود استدلال کنیم و همچنان به اختلاف نظر و دیدگاه های متفاوت یک دیگر احترام بگذاریم. دومین مقام بلندپایه طالبان ملا برادر پس از صحبت های آقای عبدالله گفت امیدوار است که مذاکرات نتیجه دهد. او از رفع تبعیض در افغانستان و زندگی برادرانه صحبت کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که چند ماه پیش کشورش به توافق صلحی با طالبان رسید، از دو طرف خواست از فرصت استثنایی استفاده کنند. او خطاب به دو طرف گفت فصل آینده افغانستان را شما خواهید ساخت و این فصل نباید فصل جنگ و خونریزی باشد.
دبیر کل سازمان ملل متحد، دبیر کل ناتو و وزرای خارجه شماری از کشورها از جمله پاکستان، هند و چین از طریق ویدیو کانفرانس شرکت کردند. لب کلام آنها این بود: دو طرف به خشونت‌ها پایان دهند و اکنون مهمترین فرصت برای صلح است. فضای امروز مذاکرات و همچنین جلسه افتتاحیه مذاکرات صلح افغانستان توأم بود با امیدواری ها نسبت به اینکه با آغاز این مذاکرات جنگ افغانستان هم پس از سالها پایان پیدا کنه. اما هزاران کیلومتر دورتر از اینجا از قطر در افغانستان بسیاری ها نگران هستند که مبادا این مذاکرات نتیجه نتوه جنگ همچنان ادامه پیدا کنه و یا اینکه نه مذاکرات به نتیجه ختم شود که بر اساس آن بسیاری از ارزش های دو دهه اخیر افغانستان قربانی شود. علی حسینی، بی بی سی، دوحه. همکارم ضیا شهریار هم که برای پوشش همین گفتگوها به دوحه رفته از محل برگزاری این نشست با ما هست. ضیا، فضا امروز چگونه بود و جنبندی تو چی هست از اولین روز شروع این گفتگوها؟ مجید، فضای نشست امروز را میشه گفت که فضای مملو از نوع امید و خوشبینی توصیفش کرد. هیئت مذاکره کننده طالبا و هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان پشت درهای بسته بعد از اینکه کنفرانس عمومی که بر رسانه ها قابل دسترس بود، بعد از او پشت درهای بسته با هم نشستن. گزارش هایی که ما داریم معصوم استانکزای و استانکزای معاون هیئت طالبا دیدار کردند که به قول بعضی از منابع آمریکایی یک پیشرفت بسیار قابل توجه هست. در حد میگن که دیدار دو استانکزای ها کردشون، اسم خانوادگیشون استانکزای است، و دو طرف توافق کردند که 6 نفر از هیئت هر دو طرف هم. ما میدونیم که هر دو طرف هیئت هایشون 21 نفر است. 6 نفر تعیین کردند که فردا این 6 نفر، یعنی 12 نفر، متمرکزتر صحبت بکنن روی از اینکه آجندای مذاکرات چی باشه، شیوه مذاکرات چه قسم باشه، مسائلی که مطرح میکنن چه قسم باشه، و در حقیقت یک فضایی بود که میشه گفت که امیدواری های را بر مردم افغانستان با وجود آورده. ولی ما میدونیم که موازی دو طرف بسیار فاصله داره از هم. طالبا همچنان تاکیدشون بر امارت اسلامی افغانستان است و دولت افغانستان که در حقیقت خود را و کسایی که طرفدار دولت هستن جمهوری خواه میخوانن و طرفدار جمهوری اسلامی افغانستان هستن. و آمریکایی ها هم که حضور داشتن، اونا گفتن که امیدوار هستن که بتونه این مذاکرات به یک نتیجه بیانجامه که موجب صلح و امنیت بر مردم افغانستان شود، چون اونا فکر میکنن که اونا هدف خاص از این مذاکرات ندارن. و در پایان روز هیئت های طالبان را باز هم من اقتدادشان دیدم، صحبت کردم، اونا گفتن که خوشبین هستن. صحبت های دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه برشان پیام های داشته که حس میکنن که ممکن است بتانن به توافقات دست پیدا بکنن. ولی نکته که بود این بود که طالبان موضع واضح و روشن بیان نکردن، چون تا به حال طالبان تاکید چنی بود که نیروهای آمریکایی از افغانستان باید خارج شوند، یک چارچوب زمانی باید تعیین شود، فعلا اشغال خارجی ها هست. من سوالم از اونایی بود که خب این داستان دیگه تقریبا تمام است، آمریکایی‌ها گفتن که از افغانستان میبرن، نیروهای خود کم ساختن، کاهش دادن، حال بر مردم افغانستان چی برنامه دارین شما، بر دولت افغانستان چی برنامه دارین؟ جوابشون همچنان کلی بود که ما یک نظام اسلامی میخواهیم، حاکمیت شریعت اسلامی را میخواهیم. هرچند من تعداد زیادشون صحبت کردم، از جمله ملا خیرالله خیرخواه که از اعضای ارشد طالبا هست در هیئت مذاکره کننده، اونا دیدگاه هایی داشت که کم به نظر من بی سابقه و جالب بودی که میگفت که ما به آزادی های زنها احترام داریم، ما به حقوق بشر احترام داریم. تا بال من از یک فرد در سطح خیرالله خیرخواه نشنیده بودم که از میان طالبا که این حرفا را بزنه. ملا برادرم که رئیس هیئت، رئیس در حقیقت معاون تمام گروه طالبا و رئیس دفتر سیاسی طالبا در خطر است، در صحبتهایش از انعطاف، از رفع تبعیض در افغانستان، از اینکه تمام مردم افغانستان خود شهروند افغانستان احساس کنند صحبت کرد که به نظر من و به نظر بسیار از تحلیلگرها در اینجا بی سابقه بود.
از مقام‌های بلندپایه آمریکایی که در واقع از پایه‌گذاران این گفتگوها بوده و بالاخره موفق شدن که طالبان رو راضی بکنن که بر سر میز مذاکره بیان با دولت افغانستان و از اون طرف 6 ماه پیش موفق شدن به یک توافقی با اونها برسن، زلمای خلیلزاد هست، نماینده آمریکا در امور افغانستان، که تو امروز فکر می‌کنم موفق شدی با او صحبت بکنی، کمی از گفتگوت با او بگو. دقیقاً چهره کلیدی که در محور تمام از این تلاش‌ها قرار داشت و در خط همه را به حساب ماها تلاش کرد، 18 ماه مذاکره با طالبان که بالاخره توافقنامه آمریکا و طالبان به دست آمد. بعد در توافقنامه آمریکا و طالبان گفته شده بود که باید مذاکره بین افغان‌ها آغاز شود در ماه مارس که شروع نشد به دلایل مختلف، و زلمای خلیلزاد بود که هزارها مایل سفر کرده برای اینکه طرف‌های مختلف قانع بسازه که این رویداد امروز اتفاق بیفته، و من امروز امروش مصاحبه کردم. خوشحال به نظر می‌رسید، امیدوار به نظر می‌رسید، گفت که یک پیشرفت و یک دستاورد بسیار خوب به دست آمده، و سوال اولی که من ازش کردم این بود که واکنشش به نشست امروز چی است؟ اگر مشکلات نمی بود خود جنگ نمی بود. اول خود وقتی که آدم به جنگ می رفت طبعا گپای بسیار مهم و فرقای کلان وجود داره، در این شک نیست. اما نه تنها مجلسی که مطبوعاتی بود صورت گرفت، دو تیم هم گروپ هایشان از هر کدامشان 5 نفر انتخاب امروز دیدن، سبام می بینن تر یک اجندا کار کنند، و از چیزی که از او مجلس هم شنیدیم مثبت است. پس من نمیگم که کار آسان است، کار مشکل است، و اما چیزی که به دست میاد اون بسیار کلان و مهم است. ولی هزینه هم که پرداخته شده از نظر بسیار از افغان ها هزینه کم نبوده. 5500 زندانی طالبان که تعداد زیادشون محکوم بودن به قتل، به قاچاق مواد مخدر، به کشتن افغان‌ها، به کشتن آمریکایی‌ها، اینها این هزینه بسیار بزرگ است. افغان‌ها میگن کار ما دشوارتر شده، اینا دوباره به جبهه برگشتن. اول خب ما چیز نداریم، سند پیش آمریکا، چون ما متوجه هستیم بعضی ها هستن که شرایط فعلی را ترجیح میدن و صلح، که صلح قیمت از خود داشته خواهد بود، اما بعضی ها میگن که با یک تعداد پس به جنگ رفته. ما ایرا تحقیق داریم میکنیم، سند نداریم در این قسمت. طالبان میگه که کسایی که رها شده یک تعدادشان بندی شدن، دوباره یک تعدادشان کشته شدن. شکایت از هر دو طرف هست و هر دو طرف میخوان سر اذان عامه تاثیر بندازن، سر سیاست از آن عامه بین‌المللی تاثیر بندازن، سر سیاست امریکا تاثیر بندازن. اما ما متوجه دقیق هستیم که مسائل چطور است. فیصل مشکلی بود، متشکر میکنم از حکومت، و دیدین که لوی جرگه مردم افغانستان که از طرف حکومت دایر شده بود، این گفت یک قیمت است که میارزه که بپردازیم که به این روز برسیم. بدون او فیصله مشکل امروز امکان نداشت که صورت بگیره. تصوری است که شما میدانید که دولت افغانستان آقای غنی زیاد راضی نیستن از شما، و داخل دولت هم کسایی هستن که فکر میکنن که شما طالبان را در حد بینون پارتنر برابر دولت افغانستان و بینون پارتنر آمریکا، که حتی میگن که در کنار آمریکا قرار گرفته، آمریکا در کنار طالبان قرار گرفته، دولت افغانستان فشار میاد. ما رابطه قوی با حکومت افغانستان داریم، 19 سال همکاری داشتیم، با قوای امنیتی افغانستان رابطه نزدیک داریم، افتخار میکنیم به موفقیت هایی که افغانستان داشته، چی از نقطه نظر حقوق بشر، پیشرفت خانم ها، پیشرفت های تعلیم، در ساختن زیربناها ما راضی هستیم. اما در پالوی زو ما رابطه که بسیار خوبتر نظر به گذشته، یعنی نظر به 2 سال پیش با طالبان هم پیدا کردیم، و می خواهیم آله که از این دو رابطه که دارم، یکیش خو تاریخ دارد تشریح کردم، و دیگهش نو است که در حال امتحان یک دیگه هستیم،
که استفاده کنیم که چون راه حل نظامی نمیبینیم، یعنی اگه وقتی بود که میدیدیم، حالا نمیبینیم، پس جنگ باید ختم شود که منافع سرخلجشی امریکا هم بهش احترام شود و در این زمان افغان ها چون جنگ برده شدنی نیست بالاخره حل باید سیاسی باشد. چرا می زودتر نشه به جایی که به تعویق بفته؟ به نفع کی است دوام از جنگ؟ به نفع کی است؟ افغان ها که با تعدادشان که صحبت کردیم، حتی امروز که یک دستاورد بزرگ برای شخص شما است، نه برای من دستاورد مهم نیست، برای افغانستان است. اونا البته یک تعدادش دیدگاهشان نیست که این صلح نمیاره برای افغانستان. آمریکا میخواد از افغانستان برایه. آقای خلیلزاد زمینه زیر فراهم کرده که نیروهای آمریکایی از افغانستان برایه. حالا شما اشاره کردین که ای آیا باور کنین که آیا ما به اجازه کسی ضرورت داشتیم که نیروهای خود را بکشیم؟ اگر ما بخوایم عسکر خود را بکشیم، کدام کسی ما را استاپ کرده میتونه؟ نکته دیگه که به اشاره میکنم؟ نه، خواهش میکنم ایره شما سرش فکر کنین که شما ایست آدم هوشیار هستین. سوال کردین که امریکا این کار را برای برآمدن عسکر خود میکنه. برای برآمدن عسکر خود امریکا اجازه کسی را کار نداره، نه اجازه کسی را داشت که بیایه. امریکا از موجودیت فعلی خود، امریکا نمیخواد که علاقه نداره که باندنش افغانستان برای دائم باید صورت بگیره. باز افغانای فکر میکنن، باز اشخاص بالا رتبه هم چند روز هم گفتن که نه، امریکا نمیخواه برای جغرافیای ما مهم است و منافع سوق‌الجیشی. و باز وقت به این فکر میشن که پس اگر صلح کنیم یا نکنیم امریکا خود میمانه، پس چرا به جایی که صلح کنیم که یک داد گرفته رو خود داشته باشه همین کار را دوام نتیم؟ یک حساب غلط خواهد بود. امریکا میخواه که از افغانستان برای اگر شرایط قسمی بود که ضرورت نباشه که در افغانستان بانه و اطور نیست که ماندن نظامی در افغانستان یک هدف دائمی امریکا هستی نیست. نکته دیگه که تصور وجود داره در رسانه ها اینا که انتخابات امریکا تا دو ماه دیگه هست. امروز بازم چیزی که با خواندیم و دیدیم بکنشا، چیزی که اتفاق افتاد ایست که یک دستاورد بر اداره ترامپ هست بر انتخاباتش. دیگه امریکایی دیگه نگران نیستن، خودشان هم گفتن دیگه افغان ها میفهمن بینشون جور میان میان نمیان، ما دیگه کدام چی نداریم. این مثل یک فوتوشوت واره، مثل یک حادثه، یک رویداد بود که بینان یک دستاورد کلان بر اداره ترامپ در انتخابات مطرح میشه. و فکر من تاثیر عزیز سر امریکا انتخابات بسیار کم خواهد بود، چون امریکا بسیار مسائل کلانه دیگه داره که سر از انتخابات فیصله میکنن. مسائل اقتصاد است، این مریضی کرونا است، یعنی مشکلات بسیار کلانه در امریکا است. تاثیر ازی سر امریکا محدود است، کم خواهد بود. تاثیر کلانش در افغانستان خواهد بود، چون حالا امریکایی کشته نمیشه در افغانستان. بعد از امضای قرارداد فضل خدا تعالی یک امریکایی را عسکرش کشته نشد در افغانستان. یعنی سر امریکا چی فشار است از اون نگاه؟ قیمت هم پایان آمده، قیمت از نگاه کشتار نیست و از قیمت قوا کم شده را ایست که اوقدر گران نیست. گرانی و قیمت زیاده کی میپردازه حال دیزی جنگ؟ هر روز چند افغان کشته میشه؟ چند افغان زخمی میشه هر روز؟ چقدر خانم بیوه میشه؟ چقدر اولاد یتیم میشه؟ ما احساس مسئولیت در اون قسمت هم میکنیم. باید به کلان ها مشوری میست که از گذشته را تجاربش یاد گرفته شود. یک چانس هسته ای که به دست آمده، یک موافقه باید رسیده شد تر یک فرمول سیاسی و یک گربند دائمی. و امریکا میخواه که افغانستان رابطه طولانی داشته باشه و همکاری دوام بکنه، یک میراث خوب بانه از 20 ساله. اما زیادتر این مسئله متوجه کلان هاست که نه تنها زیر فشار ما خواهد بودن، بلکه زیر فشار مردم هم باید باشن. شما فکر میکنین بحث در مورد اداره موقت است، بحث در مورد اداره انتقالی است، بحث در مورد عزیز که طالبا به هیچ صورت زیر
ای اداره دولتی که در کابل است قبول نخواهد کردن. تا چی وقت توقع دارین که یک نتیجه ملموس به دست بیاید و واقعا سناریوها چی است؟ چی سناریوهایی را اگر مثلا صادقانه یک داره با مستقیم به مردم افغانستان گپ بزنین به خاطر از اینکه فارسی گپ میزنین مردم میفهمند؟ ضرورت به موافقه سر یک فرمول است که جنگ ختم کنه و دستاوردهای 19 سال نگاه شده به استعداد برای ساختن یک افغانستان، یک موافقه شده که طرفداری وسیع در افغانستان داشته باشه. از این خاطر است که از اول که کار گرفتم میگفتم یک تیم مذاکره همشمول برای، چون اگر یک موافقه که زیربنای وسیع نداشته باشه عملی نخواهد بود که صلح بیاره، چون هدف صلح است. و همچنان ما بسیار فعال بودیم در دیپلماسی منطقه و دنیا که دنیا هم از او طرفداری کنه برای اینکه کار بده. و تجربه تاریخ معاصر است که زیادتر مردم متوجه منافع شخصی و رول در کی دست نفر اول است و کی است و کی اوست بودن، به جایی که در یک فرمولی که نتونه سرش موافقه کنن باید که فرمول عملی کنن. و امریکا تمام نفوذ خود و طرفداری از تو یک موافقت نامت استفاده خواهد کرد. و کوتاه، بزرگترین نگرانیتون چی است؟ که از گذشته یاد گرفته نباشن کلانهای دو تیم و غلطی ها و اشتباهات گذشته را تکرار کنن. خودخواهی جای وطن دوستی را باید نگیره، مسئولیت در مقابل نسل فعلی و نسل‌های آینده افغانستان این راهنمای کارشان باشه که چقدر افغان کشته شده رای زخمی شده رای بعض جای هست بعض افغان ها میشنم که در بعض قریا یعنی جوان ها بسیار کم هستن. چرا؟ مصاحبه ضیا شهریار بود با زمان خلیزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان. اما پیش از آغاز این مذاکرات امروز در دوحه پیشتر دولت افغانستان پیش شرطش رو برای آغاز این مذاکرات آتش بس گذاشته بود، درخواستی که به نظر میرسه هیچ وقت عملی نشد غیر از یک مقطع محدود در عید فطر. اما امروز علی حسینی همکار دیگرم که از کابل به دوحه رفته با سهیل شاهین سخنگوی طالبان و عضو هیئت مذاکره کننده طالبان گفتگو کرد و از او در مورد درخواست های طالبان سوال کرد، از جمله تشکیل نظام اسلامی همه شمول، اونچه که اونطور که طالبان از اون نام میبرن، و همینطور اشاره کرد به گفتگوها یا صحبتهای عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه و از او در مورد این پرسید که آقای عبدالله درخواست آتش بس کرده، چقدر اونها با این مسئله موافقن. خود صحبتهای عبدالله نقاط بود که ما امرایشان مخالف هستیم، شاید بعض نقاط بود که ما موافق هستیم. اما حالا آقای شاهین شما چی میخواین در مجموع در مذاکرات به دنبال چی هستین شما مشخصا؟ ما میخواهیم که مسئله افغانستان را از طریق مسالمت آمیز حل کنیم و در افغانستان یک نظام اسلامی همشمول به میان بیاییم، طوری که با امریکا نشستیم و مسئله اشغال را خاتمه دادیم و از طریق گفتگو به یک توافقنامه رسیدیم. میخواهیم در بعد داخلی مسئله افغانستان هم به توافقنامه برسیم. آیا مواردی مثل حکومت انتقالی، دولت انتقالی چیزی مطرح شده بین خودتان که ارائه کنید در این مذاکره؟ آل خود افتتاح است. طبعا امروز افتتاحیه بود، جلسه افتتاحیه بود. بعد همی ببینیم که چی واقع میشه و گفتگو با کجا میرسه. اما هر دو طرف، ما از طرف خود کوشش میکنیم با یک حل شامل و مصالحه‌آمیز که برای قابل قبول به همه افغانا باشه برسیم. و فکر میکنید چه چالشی در برابر این گفتگو میتونه باشه؟ اصلا وجود داره یا نداره از دید شما؟
ما به نظر ما هیچ چالش نباشه، بخاطر که ما یک نظام اسلامی همشمول میخواهیم. افغانستان همه مسلمان هستند و همیشان این نظام میخواهد، این شاید مشکل نباشه. چرا مشکل باشه؟ ما خود یک غیر اسلامی کشور غیر اسلامی نیستیم. و آقای شاهین، طرف مقابل شما میگه که کشور فعلا کشور اسلامی است، شما چی چیز رو میخواین تغییر بتین؟ کشور اسلامی است بخاطر که مسلمان است، اما نظام اسلامی دو اختلاف داره. نظام اسلامی همه شمول تکه کلام امروز هیئت طالبان بود که در این گفتگوها شرکت کردند. اما علی حسینی همین گفتگو رو برد پیش حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، و از او پرسید که واکنشش به این گفته‌های گروه طالبان چه هست و اونها با این درخواست‌ها میخوان چه بکنند. اول در مجلس افتتاحی امروز و در مجلس مستقیم بین دو تیم مذاکراتی چنین اظهار نظر صورت نگرفته. البته هر کس آزادی بیان داره و میتونه نظریات خود داشته باشه، اما چنین چیزی را ما در موقف رسمی طالبان تانوز نشونیدیم، بلکه برعکس امروز گپای بسیار امیدوار کننده شنیدیم. گپای از این قرار که یک نظام صلح در افغانستانی جنگ ختم شود و یک نظام همه شمول اسلامی در افغانستان تقویت شود، در این مورد است که ما همه ما اجماع داریم. نظام ما از لحاظ محتوا و شکل بر اساس قانون اساسی افغانستان نظام کاملا اسلامی است. این نظام است که مردم افغانستان او را ساختند. ولی هر نظام در ابعاد مختلف نیاز به توسعه و بهبود امور داره و دولت افغانستان همیشه بر بهبود امور به خواستای مشروع ملت پاسخ مثبت باید. یکی از خواستای اصلی شما برقراری آتش بس است و ترم جدیدی که آقای عبدالله امروز مطرح کرد، آتش بس بشر دوستانه است، فکر میکنید تا چه اندازه طالبان را قبول کنند؟ قبلا طالبا اطمینان داده بودند. تحریک طالبا به هم ما و هم دوستان بین المللی ما که در یرسک کمک کردند و بارهای ناتاکید کردند که اگر رهایی زندانیا تکمیل شود بر اساس همو توافقی که بین آمریکا و طالبا صورت گرفته بود، اونا به اهداف مثل کاهش خشونت در گامن خست میپردازن و بعدا آتش بس قبول دارن که من حیث اولین آجندای مذاکرات قرار بگیرم. بناهن آرزوی ما ای هست که این تعهدات مثل که دولت افغانستان تعهدات خود انجام داد، طرف مقابل هم تعهدات خود انجام بده. و آقای اتمر، روسیه در حد وزیر خارجه نمایندهش صحبت نکرد، فقط نماینده ویژهش حضور داشت اینجا. ایران هم وزیر خارجهش وجود نداشت. دو کشوریه که دخیل است در مسئله طالبان در افغانستان، فکر میکنه نشانه معنی خاص متعین؟ اولا نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در مجلس حضور داشت و امروز هم من همراهشان مجلس دارم و او کاملا حضور دولت محترم روسیه را در پروسه نشان میده و حمایتشان از پروسه. البته سخنرانی به سطح وزرا تنظیم شده بود و از طرف کشور میزبان شده. این کاملا ممکن است که وقت و فرصت کاری از اونا همونطور یک حالت را داشته که نتانستن حضور بیافتن. در مورد ایران اعلامیه دولت محترمشان پخش کرده و در او اعلامیه از ایروان حمایت کامل خود نشان داده. و فکر نمی‌کنید ربطی به آمریکا داشته باشه؟ البته در اعلامیه از اونا این توضیح نشده. من یقین دارم که در صحبت‌های بعدی ما روشن‌تر میشه مثلا. اما چیزی که بر ما مهم است که تماس مستقیم دولت محترم ایران با دولت افغانستان و اعلامی امروزشان کاملا ما را اطمینان میده که جمهوری اسلامی ایران از روند صلح افغانی حمایت میکنه.
صحبت های علی حسینی بود با حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان. در ادامه برنامه باز به این موضوع برمیگردیم، همینطور در چند روز آینده که این گفتگوها در دوحه ادامه خواهد داشت خبرنگاران ما اونجا هستند و شما را در جریان آخرین ها قرار خواهند داد. اما نوید افکاری عضو سابق تیم ملی کشتی ایران صبح امروز در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. حسن یونسی وکیل خانواده افکاری گفته خبر اعدام او را وقتی به خانواده‌اش دادند که قرار بود جمعی از خیرین شیراز برای جلب رضایت خانواده مقتول به دیدار آنها بروند. ارتباط با اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز به اتهام قتل و محاربه محاکمه و به قصاص و اعدام محکوم شده بود. وکیل او پیشتر گفته بود اسنادی که در دادگاه علیه موکلش ارائه شده ارتکاب قتل را ثابت نمی‌کند. خانواده افکاری همچنین گفته بودند که او برای اعتراف شکنجه شده بود. باران عباسی گزارش می‌دهد. اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. صدایی که در سراسر جهان پخش شد اما به گوش مسئولان ایران نرسید. نوید افکاری کشتیگیر 27 ساله امروز در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. به گفته وکیلش بدون اطلاع قبلی خانواده. بر اساس آیین‌نامه اجرای احکام قصاص محکوم علیه حق دارد قبل از اجرای حکم با خانواده خود دیدار داشته باشد. برای اجرای حکم آنقدر عجله داشتید که نوید را از آخرین دیدار هم محروم کردید؟ آقای افکاری در پی اعتراضات مرداد 97 در شیراز بازداشت شد. به اتهام محاربه و قتل محاکمه و به اعدام قصاص 6 سال و نیم حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. مقتول مأمور امنیتی به نام حسن ترکمان، کسی که نوید افکاری می گفت نقشی در قتل او نداشته. وحید و حبیب برادران او هم هر یک حکم 54 و 27 سال زندان و همینطور شلاق گرفتند. اما هر سه میگفتند در زندان شکنجه شدند تا علیه یکدیگر اعتراف کنند، تا جایی که یکی از آنها دوبار دست به خودکشی زده. من از ابتدای دستگیریم بیگناهیم و فریاد زدم، اما بعد از هفته ها توی زیرزمین و انفرادی بودن، بعد از ساعت ها آویزون بودن به سقف توی اتاق شکنجه و شکستن کتفم، بعد از اینکه ساعت ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها مرگ رو با چشم خودم دیدم، بعد از بازداشت پدر و برادر و شوهر خواهرم و پرونده سازی برای اونا، بعد از نتیجه ندادن چندین هفته اعتصاب غذای خودم و وحید، بعد از شنیدن خبر خودکشی وحید که با شیشه رنگ گردنش زد و به کما رفت، بعد از دیدن حکم بازداشت مادر و خواهرم، آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟ نوید افکاری می گفت از اجرای عدالت در دستگاه قضایی ناامید است و امیدش تنها به حمایت‌های مردمی است. مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره‌ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه. سخنانی که به تلاشی جهانی برای توقف حکم اعدام او منجر شد، از کاربران شبکه‌های اجتماعی تا هنرمندان، از اون قاضیش، از اون زندانبان، از اون مسئول، تجدید نظر، عشق، اینها رو میخوام. تا چهره‌های ورزشی و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و حتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، تلاش‌هایی که تا آخرین لحظات ادامه داشت. از جمله این فعالان سیاسی مهدی محمودیان عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان. با وجود اینکه حکم قصاص ایرادات فراوان داشت، از ترس اینکه ناگهان حکم اجرا نشود با مشورت وکلا تصمیم بر این شد که رضایت خانواده مقتول نیز جلب شود تا دستاویزی برای اعدام نوید وجود نداشته باشد، و با رایزنی هایی که با خانواده مقتول شد قرار بر این شد که یک شنبه 23 شهریور به دیدار ایشان برویم، که به طور ناگهانی و بدون رعایت قوانین در ماه حرام امروز صبح این حکم ظالمانه که بر اساس اقاریر زیر شکنجه زندانی بود اجرا شد. مقام های ایران اما می گفتند اثری از شکنجه در او دیده نشده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم در دفاع از حکم اعدام برای نوید افکاری به فیلم دوربین مداربسته یک مغازه به عنوان مدرک اشاره کرده بود. فیلمی که به گفته یه وکیل آقای افکاری مربوط به پیش از زمان حادثه بوده و مدرکی بر اثبات قتل نبود. در فایل صوتی که از دفاعیات نوید افکاری در دادگاه به دست آمده هم او خواهان پخش فیلم در دادگاه شده بود. فیلم دوربین مقابل نشون بدید. داره میگه 23 و 32 دقیقه ضرب و جرح صورت گرفته.
اینقدر دقیق داره میگه. یعنی چی؟ یعنی فیلمه، فیلم دوربین مرده. دوربین مرده چه رو نشون میده؟ من میگم شاهد دارم که دست من آقای عباس شکونده. شما بگید نه نمیشه، شاهد نمیاره. یک جلسه دادگاه نادلانه و دروغین برگزار کردن. مادر برادران افکاری هم از قوه قضاییه ایران خواسته بود یک دادگاه عادلانه دوباره به اتهامات آنها رسیدگی کند. مردم دنیا، از تمام مردم ایران، از هر کی صدامو میشنوه تقاضا کمک دارم که بی اثباتی بی گناهی بچه‌هام در دادگاه راستین و درستین برگزار بشه. تلاشایی که هیچ یک به نتیجه نرسید. منم داشتم زندگیمو میکردم، کارگری میکردم و کشتی ما ادامه میدادم. پایانی تلخ بر 27 سال زندگی کشتیگیر ملی پوش ایران. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره، ولی دروغه. و صدای دادخواهی که برای همیشه خاموش شد. نخواستن صدامونو بشنوم، فهمیدم دنبال یه گردن برای طلاقشون میگردن. باران عباسی، بی بی سی. بابک پاکنیا وکیل دادگستری از تهران به ما پیوسته. آقای پاکنیا پرونده برادران افکاری رو خونده و دنبال کرده. آقای پاکنیا، بسیاری سوال‌های زیاد و ابهاماتی رو که در این پرونده وجود داره دلیل بر اون می‌آوردن که این حکم عملاً منصفانه نیست و همینطور شکنجه‌هایی که می‌گفتن شکنجه شده او و مجبور شده به اینکه اعتراف بکنه. شما پرونده رو دیدید، چه ابهاماتی شما میبینید در اون؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. هفته گذشته برادر نوید افکاری مستندات پرونده رو برای من آورد و به هر حال روگرفتی بود از مستندات پرونده. من با هماهنگی که با همکاران خودم داشتم پرونده رو مطالعه کردم که به هر حال اگر ملاحظاتی به ذهنم برسه و در پرونده مشاهده بکنم بتونم به همکارانم کمک بکنم، که متاسفانه در واقع در حین مطالعه پرونده و تکمیل اطلاعات خودم امروز متوجه شدیم که در واقع حکم اعدام اجرا شده. راجع به ماهیت پرونده خب ابهاماتی وجود داشت. من گزارش پزشکی آنلاین رو مطالعه کردم و مستندات رو دیدم. به هر تقدیر ابهاماتی در پرونده بود. خانواده در واقع نوید افکاری و خود ایشون هم در فایل صوتی راجع به بحث شکنجه مطالبی رو در واقع اطلاع رسانی کرده بودن که خب نیاز به بررسی داشت. همه اینها باعث می شد که به اعتقاد من با توجه به پرونده های مشابه یک بررسی بیشتری نیاز داشته باشه پرونده. اگه این سر با جزئیات بگید که اون نکات چه بود؟ بخوام راجع به جزئیات صحبت بکنم خب شاید بحث مفصل و حرفه‌ای‌تری رو بخواد به طلب برنامه در واقع مفصل‌تری رو بخواد به طلب. ولی به هر حال ببینید، بحث شهودی بود که اومده بودن در پرونده شهادت داده بودن، ولی اسناد رسمی بود که اونها رفته بودن در دفتر اسناد رسمی و شهادت خودشون رو پس گرفته بودن. یکی از شهود، سندی که من دیدم این بود که اعلام کرده بود در واقع من اگر شهادتی دادم شهادتم صحیح نبوده، و یکی از شهود گفت اصلا من تا قبل از این که تو در واقع بازجویی و دادگاه بخوام نوید افکاری رو ببینم تا حالا اصلا ندیده بودم او رو. اینا مستنداتی بود که من ملاحظه کردم و دیدم. و بحث پزشکی قانونی که وقتی من خوندم، خب نظریه پزشکی قانونی و مستنداتی که در رأی دادگاه بود برای من به عنوان یک وکیل ابهاماتی رو ایجاد میکرد. من در این چند روز از دوستان بسیاری هم کمک خواستم، از اونها مشورت گرفتم. ما اصلا فکر نمیکردیم حکم این زودی بخواد اجرا بشه، چون دلایل مختلفی داره. حالا اگر در ادامه موضوع سوال شما باشه من پاسخ خواهم داد که چرا اساسا ما فکر نمی‌کردیم بخواد حکم اجرا بشه. چرا و این فکر رو هم عرض خواهم کرد. و این رو هم ابتدا بگم، متاسفانه درخواست اعاده دادرسی در واقع کمتر از 10 روز طول کشید که ثبت بشه و رسیدگی بشه و رد بشه. ببینید، خرداد ماه بود که خانواده نوید افکاری به سراغ همکاران من اومدن و از اونها درخواست کمک کردن، از آقای محمودیان درخواست کمک کردن،
یعنی این نبود که ما 2 سال 3 سال پرونده در اختیارمون بوده باشه. قبلا وکیل دیگه بود، اون وکیلی هم که تلویزیون جمهوری اسلامی نشون داد وکیلی بود که در پرونده اصلا استعفا داده بود و نوید افکاری علیه او شکایت کرده بود، یعنی موکل علیه وکیل اعلام شکایت کرده بود و وکیل استعفا داده بود. اینکه نوشته بودن او وکیل تعیینی هست، حالا اینکه چگونه شد وکیل تعیینی من نمیخوام صحبت بکنم، ولی به هر حال او اصلا استعفا داده بود و سمتی دیگه تو پرونده نداشت. در ادامه هم که اومدن سراغ همکاران من، از خرداد امسال بود که تازه پرونده رو در اختیار گرفتن و وقتی بود که پرونده حکمش در دیوان هم تایید شده بود. همکاران من بلافاصله تقاضای اعاده دادرسی نوشتن که اصلا به طور عجیبی با وجود این همه مستنداتی که زمینه پرونده بود، حالا اینکه چطور تونستن به این زودی بررسی بکنن و رد بکنن محل تأمله و اعاده دادرسی بلافاصله رد شد. حالا اینکه چرا ما فکر نمی‌کردیم که به این زودی بخوان حکم رو اجرا بکنن، ببینید دلایل متعدد داره. اولا وقتی من هفته گذشته با برادر نوید افکاری صحبت کردم، گفتم سامانه قوه قضاییه رو چک بکنید، اگر درخواستی برای استیضان در پرونده ثبت شد فوراً به ما اطلاع بدید که در واقع ما بدونیم که الان در چه مرحله‌ای هستیم. ایشون به من گفتن که هنوز هیچ در واقع درخواستی راجع به استیضان در شرح پرونده، در واقع در شرح الکترونیکی پرونده وجود نداره. خب ما میدونیم خود استیضان بالاخره یک پروسه یه باید طی بشه. این یک موضوع. موضوع دیگر این بود که خب پرونده های مطروحه هست. ببینید نوید افکاری 3 پرونده داشت. یک پرونده در دادگاه کیفری 2 مطرح بود و در شعبه 116 دادگاه کیفری و بحث حتی شاکی خصوصی در اونجا بود، بحث دیه بود، بحث مأمورینی بود که میگفتن نوید افکاری با اونها درگیر شده و بحث محکومیت به دیه بود. خب این یه پرونده. یه پرونده دیگه بحث جریان امنیتیش بود که در واقع حکم صادر شده بود از دادگاه انقلاب و هنوز فرجام خواهی که انجام شده بود پرونده به دیوان ارسال نشده بود و اگر هم تازه بخواست ارسال بشه باید تعیین شعبه میشد، رسیدگی میشد به این پرونده. خب جمعی این مسائل باعث میشد که ما یقین داشته باشیم که هنوز شرایط برای اعدام مهیا نیست و از اون گذشته آیین‌نامه نحوه اجرای احکام، ببینید طبق آیین‌نامه نحوه اجرای احکام از جمله حکم قصاص که مصوب رئیس قوه قضاییه هم هست، به یکی از اشخاصی که حداقل 48 ساعت قبل از اجرای حکم باید ابلاغ بشه مراتب اجرای حکم، وکیل محکومه. خب وکیل محکوم کیه؟ در مرحله اعاده دادرسی وکلایی که به عنوان وکیل تعیینی بودن رو ما میشناسیم، من با اونها تلفنی صحبت کردم امروز، به هیچ کس اصلا اعلام نشده بود و از طرفی طبق مقررات و طبق همین آیین‌نامه‌ای که بنده عرض کردم در واقع محکوم حق دارد اشخاصی را که میخواهد قبل از اجرای حکم با آنها ملاقات داشته باشد و معرفی بکند. خب اینا هیچ کدوم انجام نشده و من طبق صحبتی که ساعتی پیش با آقای محمودیان داشتم، حتی ظاهرا شب گذشته در واقع خود آقای نوید افکاری با خانواده تماس گرفته و گفته حال من خوبه و من فقط اون مسائلی که پیش اومده بود راجع به شکنجه و اینها اومدن و من رو در واقع بدنم رو بررسی کردن و عکس گرفتن از نقاط مختلف بدن من و رفتن. یعنی خب ما میدونیم اگر کسی بخواد حکم اعدامش اجرا بشه باید از قبل بره و در انفرادی باشه، شرایط خاصی داره و قبل از اعدام اساسا باید اگر مطالبه بکنه حتی شرایط شرعی حکم اعدام رو برای او اجرا بکنن، وصیت او تنظیم بشه، یعنی اصلا یک پروسه. وکیل نوید افکاری هم گفته که به نظر میرسه عجله‌ای در کار بوده برای اینکه این اعدام انجام بشه. اما سوالی که از شما داشتم، آقای محمودیان روزنامه‌نگار گفتن که امروز در حالی که در راه شیراز بودند که برن و با خانواده مقتول صحبت بکنن بلکه بتونن رضایت اونها رو بگیرن، ظاهرا سیگنال مثبتی هم از اونها دریافت کرده بودن که میتونن رضایت بگیرن، اگر این رضایت گرفته میشد به لحاظ حقوقی اجرای حکم اعدام ممکن نبود، درسته؟ قطعا همینطوره. ببینید اجرای حکم قصاص منوط به در واقع درخواست اولیای دمه. حتی خیلی جالبه، قانون میگه در صورتی هم که یک محکومی چند حکم محکومیت داشته باشه اجرای فوری قصاص هم در واقع باید درخواست بشه، این که باید خود اولیای دم بیان درخواست کنن و حتی ماده 60 این در واقع آیین‌نامه که بنده عرض کردم قاضی اجرای احکام رو تکلیف براش کرده که اشخاص رو به سمت
در واقع سازش و عدم اجرای حکم قصاص تشویق بکنه. و ببینید از هفته گذشته که برادر نوید افکاری سراغ من اومد، اولین نصیحتی که من به ذهنم میرسید بخوام انجام بدم و اولین مشاوره که میخواستم بدم این بود که حتما برای گرفتن رضایت اقدام بشه. این رضایت گرفتن به منزله این نیستش که به طور ضمنی قبول کرده باشیم که بله مثلا حتما این اتفاق افتاده و قصد امر مرتکب شده، ولی به نظر ما لازم بود که در این حال که ما داریم تلاش میکنیم، وکلای محترم ایشون دارن تلاش میکنن یک لایحه جدید اعاده دادرسی تنظیم بکنن، در این حال در واقع در به موازات اون و در عرض اون درخواست در واقع رضایت از اولیای دم صورت بگیره. پاسای مثبتی هم اومد. امروز دوستان ما داشتن میرفتن شیراز و متاسفانه دقیقا قبل از پرواز به اونها اطلاع دادن که دیگه اعدام صورت گرفته و من فکر میکنم که اگر اجازه میدادم چند روزی و با توجه به صحبت‌هایی که در شیراز شده بود، با بزرگان مردمی شیراز صحبت شده بود و واسطه‌گری کرده بودن که بتونن رضایت بگیرن، من فکر میکنم دیگه شرایط برای اجرای حکم اعدام منتفی میشد. ممنونم از شما بابک پاکنیا، با ما بود وکیل دادگستری. اجازه بدید خبری که دعوای پیش از قول مهدی محمودیان فعال حقوق بشر و همینطور روزنامه‌نگار اعلام کرده، او گفته که پیکر نوید افکاری ساعتی پیش تحت تدابیر امنیتی به خاک سپرده شده، این در حالی که خانواده پیگیر این بودند که بتونن پیکر او رو پیش از به خاک سپردن ببینن. تکرار میکنم، مهدی محمودیان روزنامه‌نگار اعلام کرده که لحظاتی پیش در صفحه توییتر خودش اعلام کرده که پیکر نوید افکاری تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شده. اما برای بحث بیشتر در این مورد عمار ملکی با ما هست، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند. از لاهه آقای ملکی کمپین یا کارزاری هم وجود داشت در طول چند هفته گذشته برای اینکه جلوگیری بشه از اعدام نوید افکاری. آیا باید یعنی الان به این نتیجه رسیدیم که این کارزار شکست خورده؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. در ابتدا اجازه میخوام که قتل آقای افکاری رو به خانوادهشون و به تمام کسانی که در این مدت تلاش کردن جان ایشون رو نجات بدن تسلیت بگم. امیدواریم که روزی عاملان و آمران این قتل به پای میز محاکمه کشیده بشن. این که این کمپین شکست خورده، اگر از منظر این هستش که در اصل قرار باشه جان آقای افکاری رو نجات میداد، خب بله، ولی واقعیتش این هستش که مسئله‌ای که ما داریم می‌بینیم یک مسئله فراتر از این بوده که بخواد بحث یک نفر باشه. ما ماه گذشته آقای مصطفی صالحی رو می‌دونیم که جمهوری اسلامی اعدام کرد و در مقایسه با مسئله آقای نوید افکاری که بهانه اعترافات ایشون رو به عنوان سند قاتل بودن مطرح کردن، می‌دونیم که آقای مصطفی صالحی اعترافی هم نکرد و ایشون رو هم اعدام کردن، باز هم با اتهام کذب قتل، به خاطر اینکه گفتن ایشون اعتراف نکرده چون خیلی حرفه‌ای بوده. مسئله اینجاست که ما با یک سیستمی مواجه هستیم که در رأسمون کسی هستش که به قول آقای منتظری یکی از جنایتکاران تاریخ ایران شناخته میشه. آقای رئیسی نوع کشتن آقای نوید افکاری دقیقاً مانند کشتاری که در مرداد 67 می‌بینیم. یعنی وقتی که پیش آقای منتظری میرن در اون دوره و آقای منتظری اطلاع پیدا میکنه، میگه که دست نگه دارید، ولی ایشون اونها میگن که حالا بذارید این هزارتای دیگه هم که مونده اعدام بکنیم، که ایشون میگه چه عجله‌ای در امر اعدام یا قتل این گونه وجود داره. این توضیحاتی که وکیل آقای افکاری الان ارائه دادن نشون میده که یک قتل حکومتی است، تلاش بوده که ایشون رو بکشند و اونهایی که حتی همه اون مسائل حالا اتهام قتل که اساساً پذیرفته نشده رو کنار بگذاریم، حتی مانع این بودن که بتونه مسئله قتل ایشون رو با رضایت خانواده مانعش بشن. اگر خبری هم که الان شما دادید رو در کنارش بگذاریم، آدم ربایی هم در اصل هست، یعنی حتی پیکر ایشون رو هم باز دوباره بعد از اینکه بالاخره خب اعدام شده اجازه ندادن که در اختیار خانواده قرار بگیرن. اینها واقعا تنها میشه گفتش که اگر شما نگاه کنید حالا در تاریخ کهن جهان که شاید واقعا دوران بربریت بود و کنار بگذاریم، در یک دنیایی که الان هستش
واقعا یک حکومت غیر عادی در جهان میشه گفتش که فقط این کارها رو انجام میده. تمامی حکومت های عادی وقتی ببینن که در دنیا افکار عمومی در مورد مسئله یه که قتل فرض کنیم حتی حساس هست، خواهان این است که این اعدام انجام نشه، دنیا داره بهش واکنش نشون میده، سعی میکنن در صد افکار عمومی رو تسکین بدن، یک جوری مسئله رو بتونن حل بکنن، برای افکار عمومی رضایت ایجاد کنن. تنها یک حکومت غیر عادی است که میتونه این نوع رفتار رو به نوعی بگیم واقعا وحشیانه رو انجام بده، اصرار بر قتل و اصرار بر خشمناک کردن بیشتر مردم. و البته عمومتا فراموش نمیکنن که در صد ایشون کشته شدن ایشون، قتل ایشون با گره خورده با مسئله معترض بودن ایشون. مسئله قتل رو بالاخره میدونیم که یک چیز ساختگی بوده، وکلا شواهد رو بارها گفتن که چقدر مسئله دار هستیم، اما میدونیم که این درصد انتقام نیست از اعتراضات که درصد در سالهای گذشته بوده. ایشون هم در اعتراضات شیراز در خرداد 97 بودن و یقینا این رو باید در آن چارچوبی بشه. تلاش برای کشتن معترضان همون گونه که میدونیم هزاران نفر رو در آبان 98 کشتن و این هم یکی دیگه بر اون جنایات افزود. آقای ملکی، این کارزارهای اینترنتی که عملاً بیانگر افکار عمومی هست، وقتی نتیجهش چنین چیزی میشه با وجود ابهاماتی که در این پرونده بوده، خود وکیل هم گفته و بعد وکیل میگه که یک عجله‌ای در کار بوده برای اینکه این حکم رو اجرا بکنند، در مورد قبلی دیدیم که خب این کارزار ظاهرا نتیجه داد، بسیاری خوشحال بودن از اینکه مجازات اعدام انجام نشد، ولی این بار اتفاقا خیلی ها میگن شاید اون کارزار باعث شد که اینها عجله بکنن و برای اینکه اتفاقا نشون بدن که تاثیر نمیپذیرند از این مسئله. و توییت آقای ترامپ رو هم در این حال داشتیم که خواسته بود از حکومت ایران که این کار رو نکنه. چطور باید اینا رو کنار هم دیگه گذاشت؟ واقعا این کارزارها رو فکر میکنید از این به بعد چطور باید پیش برد؟ شما که خودتون در واقع یکی از اقداماتتون همین هست. این نظراتی که اعلام میکنن که این کارزارها یا حمایت این از اون باعث این اعدام ها شده، حرفهای اساس واقعا بی اساسی است. یعنی بی اساس ترین حرفی که میشه در مورد این جریان زد. ببینید، یک جنایتکار کارش جنایته، عقرب نیش میزنه به دلیل اینکه ذات و طبیعتش نیش میزنه. در جمهوری اسلامی این جور اعدام ها، این جور کشتار ها چیز استثنایی نبوده که بیایم بگیم حالا رب به کارزار داره. ببینید، آیه کارزار قبلی که در مورد اون سه اعدامی در اصفهان بودش که اون کارزار اعدام نکنه دو افتاد و صدا جهانی شد، بعد از اون کارزار برای اولین بار اجازه دادن که وکلا بتونن اون پرونده رو بخونن و بعد از اون میدونیم که در واکنش باز به اون میدونیم که آقای مصطفی صالحی که گمنام بودش و اونی زمانی برای کارزار و برای اعتراض بود رو مظلومانه اعدام کردن. این مسئله فراتر از این هستش. در صد این کارزارها هدفش این هستش که اتحاد افکار عمومی، اتحاد مردم رو نشون بده، سعی کنه در صد تلاش خودش رو بکنه و اینها واقعا ارزشمند هستش، به خاطر اینکه ما روش‌های دیگر اعتراض رو هم مردم امتحان کردن. دیدم بعضیا سرزنش میکنن که فرضاً مردم چرا در خیابان نمیان. مردم در خیابان هم اومدن، در آبان 98 همین کارزارهایی که حالا در اینترنت بودش به خیابان هم اومد، در صدها شهر ایران هم اومد و دیدیم که هزاران نفر رو کشتن. در هر صورت چیزی که مهمه، این کارزارها موقعی میتونه قدرت پیدا کنه که جمهوری اسلامی در برابر یک فشار بالاتر قرار بگیره. ما متاسفانه نکته‌ای که می‌بینیم نیستش که کشورهای اروپایی، و اینو تاکید میکنم، به این کشورهای اروپایی نقش مهمی دارن، کشورهای اروپایی تنها نیروهایی هستن که هنوز میتونن در جمهوری اسلامی صورت جدی تاثیر بذارن. متاسفانه اونها بسیار دارن بد عمل میکنن، جدی نگرفتن در اون رو، با اون نگاه خیلی فانتزی که به مسائل دارن بیگیری میکنن. الان نکنید هفته دیگه قرار آقای ظریف بره اروپا، همین کشورهای اروپایی باید واکنش نشون بدن. در صد این کشتن، این نوع واکنش هایی که به دهنکجی به تمامی نهادهای بین المللی خواسته بسیاری از مقامات خود اروپایی هستش، اینها چه معنی میده؟ کارزارها کار خودش رو کرده، مقامات کشورهای مختلف وظیفه‌شون هستش در هر سطحی با هر خصوصیات اخلاقی و محبوبیت اجتماعی که هستن، وظیفه‌شون که در مورد اینها موضع‌گیری بکنن و موضع‌گیری خوبی هم کردن. و البته جمهوری اسلامی نشون داده که به عنوان یک حکومت غیرعادی در بسیاری موارد کارهایی نمی‌کنه که عرف عادی افکار عمومی جامعه جهانی از اون انتظار داره. نظر من این تقصیر با اون کارزارها نیست، کارزارها باید کارشون ادامه بدن. اگر این کارزارها نبود، آقای نوید وفاقی شاید
گمنام مثل بسیار دیگر اعدام شده بود. اون تأثیر داری نمیگذاشت. ممنون از شما عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیربگ هلند، و با پوزش از اینکه گاهی صدا کیفیت صدا چندان مناسب نبود. سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای به توافق بحرین و اسرائیل برای برقراری روابط واکنش نشان داد. در این بیانیه سپاه پادشاه بحرین رو تهدید کرده که با انتقامی سخت روبرو خواهد شد. همزمان فلسطینی‌ها و تعدادی از گروه‌های مخالف حکومت بحرین هم به این توافق واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی نظامی که معمولاً در قلب جنجال‌های خبری مربوط به سیاست‌های منطقه‌ای ایران حضوری پررنگ دارد، این بار نیز با بیانیه‌ای تند به توافق صلح بحرین و اسرائیل واکنش نشان داد. در بیانیه سپاه، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین حاکم جلاد خوانده شده و آمده است که او باید در انتظار انتقامی سخت باشد. انتقامی که به گفته سپاه توسط آنها که مجاهدان راه قدس و ملت غیرتمند بحرین خوانده شدند گرفته خواهد شد. جملاتی که اگرچه تهدید پادشاه بحرین محسوب می شوند، اما به وضوح روشن نیست که نیروهای سپاه پاسداران دست به انتقام گیری خواهند زد یا گروه‌های بحرینی. همزمان وزارت خارجه ایران هم در بیانیه جداگانه ای اقدام بحرین را ننگین و خفتبار خواند. این واکنش های خشمگین در واقع پاسخ هایی بودند به این جملات. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که دیروز در کاخ سفید اعلام کرد پادشاه بحرین پذیرفته که اسرائیل را به رسمیت بشناسد و روابط کامل دیپلماتیک بین دو کشور برقرار شود. گامی دیگر در مسیر عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عرب که بعد از حدود 25 سال اخیراً با اقدام مشابه کشور امارات کلید خورد و حالا هرچه پیشتر می رود به سرعت و قدرتش افزوده می شود و هرچه این روند فراگیرتر شود دستاورد بزرگتری نیز برای دولت ترامپ محسوب خواهد شد. و به همان نسبت این مرد یعنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز از آن بهره خواهد برد. کسی که چه در زمان عادی‌سازی رابطه با امارات و چه حالا با بحرین خوشحالی خود را پنهان نکرد. صلح برای صلح، اقتصاد برای اقتصاد. این توصیفاتی است که آقای نتانیاهو برای توافق اخیر استفاده کرد. اما در میان فلسطینی‌ها از خوشحالی خبری نیست. در چارچوب طرح صلحی که اعراب در سال 2002 میلادی ارائه کردند، کشورهای عربی اعلام کردند که برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل شروطی دارند. از جمله پایان اشغال تمامی مناطق فلسطینی، تشکیل کشور فلسطین در مرزهای سال 1967 به پایتختی بیت المقدس شرقی و حل مسئله آوارگان فلسطینی به شکلی عادلانه. هیچ یک از این شروط عملی نشده. اما ابتدا امارات و حالا بحرین با نادیده گرفتن طرح صلح به عادی سازی روابط دست دادند. بحرین یکی از کشورهای عرب استثنایی حاشیه جنوبی خلیج فارس است که در آن شیعیان اکثریت جمعیتی را دارند، اما حاکمان این کشور خاندانی سنی هستند، تفاوتی که در واکنش‌ها به توافق بحرین و اسرائیل نیز قابل ردگیری است، چرا که برخلاف امارات در بحرین گروهی از مخالفان نارضایتی خود را از این توافق نشان دادند. في قاموس الخيانه لا تاجيل طويل للفضائح. از جمله رسانه‌های مخالف حکومت بحرین که این توافق را خیانت خواندند و کاربرانی که با انتشار تصاویری از این دست در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر به عادی‌سازی روابط با اسرائیل اعتراض کردند. سازمانی به نام ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه نیز با شدیدترین لحن حاکمان بحرین را تهدید کرد. این سازمان متهم است که با ایران ارتباط دارد و در تبلیغاتش از ستایش جمهوری اسلامی و رهبرانش ابایی ندارد. در نهایت حزب الوفاق که زمانی چنین دفتری در منامه داشت و حالا 4 سالی است که فعالیت‌هایش در بحرین ممنوع شده، با صدور بیانیه‌ای توافق با اسرائیل را محکوم کرد. کیوان حسینی، بی بی سی. ممنون که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. بیننده 60 دقیقه ویژه هستید. با شما هستیم با یک ویژه برنامه 60 دقیقه که در واقع موضوع اصلی برنامه ما همونطور که دیدید نشست گروه طالبان با
دولت افغانستان در دوحه قطر بود. اما اجازه بدید بحثمون رو برگردیم به همون بحثی که در مورد عادی‌سازی روابط بین بحرین و اسرائیل داشتیم، که سپاه پاسداران با صدور بیانیه امروز به اون واکنش نشون داده. جورجیو کافیرو، مدیر مرکز مطالعات گالف استیت انالیتیکس از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای کافیرو، واکنش تند سپاه رو داریم، پیشتر هم وقتی که امارات و اسرائیل روابطشون رو عادی کردن همین واکنش رو از طرف ایران داشتیم، پیشبینیتون چه هست؟ This is completely predictable. خب این کاملا قابل پیش بینی بود، هیچ شگفتی درش نیست به هیچ وجه. دولت تهران از نظر دولت تهران عادی سازی روابط بین شرکای آمریکا، متحدان آمریکا در جزیره العرب از یک طرف و اسرائیل از طرف دیگر به عنوان یک تهدید دیده میشه. همزمان جمهوری اسلامی از این تحول، این تحول رو به چشم یک فرصت میبینه. چرا؟ چون که رهبری جمهوری اسلامی در ایران میتونه از یک سری فرایندهایی که در جهان عرب هست، دینامیک خاصی که در جهان عرب هست، به نفع خودش استفاده کنه. برای اینکه ما می‌بینیم مثلا اینجا در خلیج، در ابوظبی و در منامه دو حکومت مشخص اومدن، دو کشور مشخص اومدن روابطشون رو با اسرائیل عادی کردن، اما اکثریت قریب به اتفاق مردم کشورهای جهان عرب خب از این قضیه خرسند نیستن. بنابراین ایران میتونه از این اختلاف نظری که هست بین مردم این کشورها و دولت‌های اونها استفاده کنه و به نفع خودش بهره برداری کنه. ایران میتونه دوباره این آرمان فلسطینی رو در کنترل خودش قرار بده، آرمانی که به صورت سنتی یک موضوع عربی و پان عربیستی بوده تا موضوعی که در اختیار ایران باشه. ولی یک نکته رو هم نمیشه فراموش کرد، اون هم این که رهبران فلسطینی هم محکوم میکنند اتفاقاتی که داره میفته، یعنی این عادی سازی روابط رو. چه داره میگذره در سر به هر حال رهبران کشورهای عربی که در نهایت هدفشون این بود که و شرطشون برای عادی سازی روابط با اسرائیل این بود که کشور مستقل فلسطین تشکیل بشه؟ Let's be frank. خب بذارید که با هم رو راست باشیم. از دهه 90 میلادی تا اینجا بیشتر کشورهای شورای همکاری خلیج با اسرائیل به یک نحوی مراوده و تعامل داشتند و به دلایل مختلف به صورت مخفیانه یا تلویحی شراکتی رو با اسرائیل برقرار کردند، به استثنای کویت و قطر. کشورهای شورای همکاری کار زیادی برای فلسطینی ها نکردن و این چیز تازه‌ای نیست، این یک واقعیتی است که سالهاست شاهدش بودیم. این توافق‌های به اصطلاح صلح در نهایت این دینامیک رو، این واقعیت رو عوض نمی‌کنن، فقط واقعیت رو شاید اوریانتر می‌کنن و در منظر چشمای همه میگذارن، واقعیتی که تا اینجا وجود داشته از نظر ژئوپلیتیکی، و این رو در واقع اوریان میکنن و رسمی میکنن. اما نمیشه واقعا گفت که امارات یا بحرین به صورت اصولی اومدن موضع خودشون رو عوض کردن نسبت به بحث اسرائیل و فلسطین. این اتفاقی نیست که ماه پیش دیروز افتاده باشه. باید تکرار کنم که اینجا اومدن صرفا رابطه خودشون با اسرائیل رو آشکار کردن. ولی آشکار شدن این مسئله عملا میتونه فلسطینی ها رو هم از رویای داشتن یک حکومت مستقل دورتر و دورتر بکنه. Well, there is something to say about the fact. خب درباره این واقعیت که بله، وقتی کشورهای بیشتر عرب میان و از این ابتکار صلح سال 2002 که ابتکار عربستان سعودی بود، اون زمان ملک عبدالله که اون زمان ولیعهد بود، خب وقتی از اون دور میشن در نهایت، خب این ایده که اسرائیل رو فقط میشه
به شرط مستقل شدن فلسطینی ها وارد منطقه کرد و به منطقه پذیرفت، در منطقه پذیرفت، بله، خب این ایده ضعیفتر و ضعیفتر میشه. این درسته، شما درست دارید میگید که هرچی دولت های بیشتری پاپیش بذارن و رسما با اسرائیل رابطه برقرار کنن، این قضیه فاشتر میشه و این واقعا حقیقتی است که در نهایت این دو توافق اخیر بازنده اون فلسطینی ها هستند وقتی که امارات و بحرین با اسرائیل به این نحو توافق کردند. بسیاری از کارشناسان آنچه که الان در فضایی که آمریکا به وجود آورده دارن میبینن، تلاشی میبینن از طرف دولت آقای ترامپ برای اینکه پیش از انتخاباتی که در پیش هست تا میتونه در واقع برای خودش دستاوردهای بیشتری در سیاست خارجیش به وجود بیاره. اون چه که امروز در دوحه در مورد گفتگوهای مستقیم بین افغانستان، دولت افغانستان و طالبان هم میبینیم، حتی برخی اون رو هم اینطور تحلیل میکنن و خیلی ها نگران هستن که این شتابزدگی دولت آمریکا برای رسیدن به این مسائل دستاوردهای خیلی موقتی رو ایجاد بکنه. چقدر در این مورد باید اینطور دید این مسئله رو؟ به نظر شما اون چی که داره ایجاد میشه بین کشورهای عرب و اسرائیل یک رابطه ماندگار هست یا اینکه دستاوردهای موقتی است که فقط قرار هست که یک چیزی یک به نفع دولت آقای ترامپ باشه پیش از انتخابات؟ I think it's both. فکر میکنم هر دوش باشه، ولی خب تردیدی نیست که دولت ترامپ تمرکز زیادی داره که این انتخابات رو طبیعتاً در ماه نوامبر ببره و این تمرکز اصلی او هست و نمیتونیم نادیده بگیریم اهمیتی که سیاست داخلی آمریکا هم در این انتخابات بازی خواهد کرد. ترامپ میخواد که رأی مثلا مسیحیان تندرو یا به اصطلاح انجیلی ایوانجلیکال رو که خیلی براشون اسرائیل مهمه به خودش جذب کنه، میخواد که اونها رو بسیج کنه در آمریکا. و از طرف دیگر امارات خودش منافع ملی خودش رو داره و میخواد که طبیعتاً این منافع نقشی بازی کردن در تصمیم ابوظبی که این توافق رو با اسرائیل امضا کنه و اون منافع ابوظبی، منافع ملی امارات، اونها هم در این کانتکست، در این شرایط، در این چارچوب هستند. صرف نظر از اینکه ترامپ یا بایدن برنده بشن، کدومشون برنده بشه، امارات هم منافعش سر جای خودش هست. ممنونم از وقتتون. جورجیو کافیرو، مدیر مرکز مطالعات گالف استیت انالیتیکس با ما. آیت الله یوسف ثانعی از مراجع تقلید شیعه در 83 سالگی درگذشت. پسرش گفته او از پریروز به علت شکستگی لگن و دست در بیمارستان بستری بوده، اما به دلیل بیماری‌های کبد و کلیه فوت کرده. آقای ثانعی در سال‌های اول انقلاب سمت‌های مهمی مانند عضویت در شورای نگهبان و دادستانی کل ایران را داشت. او بیشتر از حامیان تندروی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر فعلی ایران بود، اما در یک دهه اخیر به چهره‌ای منتقد حکومت تبدیل شده بود. برای بحث بیشتر در مورد میراث آقای ثانعی، مهدی خلجی با ما هست، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی. آقای خلجی، از قدیم با آقای ثانعی رو میشناختند. آقای خلجی، پیشتر هم همینطور که در این مقدمه هم گفتیم، آقای ثانعی شاید زندگیش به دو بخش تقسیم میشه و بسیاری او رو اما با این بخش آخر، یعنی انتقادش از حاکمیت، به یاد میارند. کمی شما بیشتر او رو میشناختید، از ایده های او آگاه هستید. او در جامعه مذهبی یا در اون شهری که خود او بود، قم، چطور شناخته میشد؟ آقای ثانعی، من یه نکته رو فقط تصحیح بکنم، به اون که در حقیقت زاویه که ایشون با آقای خامنه‌ای پیدا کرد مربوط به یک دهه گذشته نبود و سابقش خیلی عقبتر برمیگرده. در حقیقت یکی از کسانی بود که در جریان جنبش اصلاحات و روی کار آمدن سید محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور ایران در سال 76 از او حمایت کرد و در حقیقت در جنبش سبز هم نقش خیلی مهمی داشت و حامی این جنبش بود. آقای ثانعی
همونطور که شما گفتید زندگی سیاسیش به دو دوره تقسیم میشه. دوره که در حکومت بود زمان آیت الله خمینی و دوره رهبری آقای خامنه ای که تقریبا از همون آغاز آقای صانعی با آقای خامنه ای زاویه پیدا کرد و جزء مراجع غیر محبوب و به اصطلاح مستقل به شمار می رفت. آقای صانعی در حالا قم که خیلی شخصیت محبوبی بود، ولی محبوبیت ایشون فراتر از شهر قم بود و حتی فراتر از کسانی که تقلید میکردن از او. بسیاری شاید شمار مقلدان آقای صانعی نسبت به آقای مثلا سیستانی و مراجع دیگه چندان بیشتر نبود، ولی او به عنوان یک شخصیتی بود که فعالیت مدنی گسترده‌ای میکرد و فعالیت‌های مدنی او رو ممتاز میکرد از بسیاری از مراجع دیگه. یعنی ما مراجعی داشتیم که خب بیشتر به همون کار سنتی خودشون میپرداختن، ولی ایشون مثلا در کمک به زندانیان سیاسی، حتی زندانیانی که شاید حتی به اسلام هم اعتقاد نداشتن، نه تنها مقلد ایشون نبودن، کمک میکرد و یه شبکه عظیمی داشت از کمک به خانواده های زندانیان و همینطور حمایت از فعالان سیاسی که به نوعی معترض سیاست های جمهوری اسلامی بودند. و به لحاظ فقهی چطور؟ بسیاری او رو یک روحانی نوگرا میشناختند و که احکام فقهی متفاوتی هم میداد. نمونه ای از اون رو به یاد داری؟ ببینید، من راجب فقه خیلی نظرم رادیکال هست، چون که من معتقد نیستم که در فقه اساساً نوگرایی اتفاق افتاده، ولی یک سری فتاوای ایشون داشت که فتاواش خب متفاوت بود نسبت به فتواهای در حقیقت رایج. مثلا فرض بکنید در مورد سن بلوغ دختران، ایشون معتقد بود که سن بلوغ 9 سالگی نیست و بلکه 13 سالگی است یا دیرتر، و در بسیاری از مسائل دیگه مربوط به حقوق زنان مخصوصا ایشون آرایی داشت که خب خیلی به درد جنبش زنان میخورد، به درد فعالان زن میخورد، و همینطور در مورد مسائل حقوق بشری ایشون نظراتی داشت که خب با نظرات اغلب فقها متفاوت بود و طبیعتا فعالان حقوق بشر خیلی استناد میکردن به فتاوای ایشون و خیلی کمک میگرفتن از ایشون. من یادم هست از همون قدیم خانم شیرین عبادی یا دیگر فعالان حقوق بشر که در ایران بودن مراودات مرتب داشتن با آقای صانعی و با دفتر آقای صانعی و میتونستن از فتاوای ایشون حتی در دادگاه ها و در حمایت از موکلان خودشون استفاده کنن، چیزی که در نهایت هزینه سنگینی هم به نظر میرسه آقای صانعی بابت همین مسئله پرداختن. ببینید، آقای صانعی اگر برادرش شیخ حسن صانعی نبود، شاید همون اتفاقی که برای آقای منتظری میافتاد برایشون هم میافتاد. یعنی بعد از جنبش سبز و موضع‌گیری خیلی شدیدی که ایشون کرد علیه جمهوری اسلامی، خب ریختن خونه آقای صانعی و دفتر آقای صانعی و همون کاری رو کردن با دفتر آقای صانعی که با حسینی آقای منتظری کردن. ولی آقای صانعی برادر داره به نام شیخ حسن صانعی که شاید شخصیتی باشه که کمتر شناخته شده باشه الان، مخصوصا برای نسل جدید، ولی شیخ حسن صانعی در حقیقت رئیس دفتر آقای خمینی بود یا یکی از اشخاص مهمی بود که در دفتر آقای خمینی بود، هم در نجف هم بعد در تهران تا زمان وفات آقای خمینی، و در حقیقت اون شیخ حسن صانعی یک سپر بلایی شد برای آقای صانعی که آقای صانعی رو دفترش رو نبندن و در حقیقت به قول معروف بساط مرجعیتش رو که گسترده بود او رو فرو نپیچند. در نتیجه این حمایت رو داشت، وگرنه اگر حمایت شیخ حسن صانعی نبود چه بسا ایشون هم به حبس خانگی و حصر خانگی دچار میشد، همونطور که آقای منتظری دچار شد. ممنونم از وقتتون آقای خرجی. مهدی خرجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن. شروع گفتگوهای دولت افغانستان و طالبان در یک ماه گذشته بارها به تأخیر افتاد. یکی از دلایلی که برای این تأخیرهای پی در پی گفته شد آماده نبودن تیم مذاکره کننده طالبان بود. ترکیب هیئت مذاکره کننده دولت از هفته ها پیش مشخص شده.
فؤاد مسیحا در این گزارش نگاهی کرده به ترکیب این دو هیئت و بعضی از چهره‌های شاخص حاضر در میز مذاکره. دولت مردان افغان و جنگجویان طالبان بعد از دو دهه افت و خیز و جنگ و گریز امروز در دوحه رو در روی هم نشستند. هر دو طرف بعد از ماها سبک و سنگین کردن و سنجیدن اوضاع تیمی را برای یک رویاروی نفسگیر دیگر به میدان مذاکره فرستادند. رهبری هیئت دولت افغانستان را معصوم استانک زی به دست دارد، مردی با پیشینه نظامی که در تمام 19 سال گذشته از مردان اصلی خط مقدم نبرد و چانه زنی با طالبان بوده، از سرپرستی وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی گرفته تا ریاست دبیرخانه شورای عالی صلح. 9 سال پیش چیزی نمانده بود که جانش را بر سر این تلاش ها بگذارد، اما از حمله انتحاری طالبان که برهان الدین ربانی رئیس وقت شورای عالی صلح را کشت، معصوم استانکزی جان سالم به در برد. فوزیه کوفی سرشناس‌ترین زنی است که در هیئت مذاکره کننده دولت حضور دارد. او که در همین اواخر از حمله مسلحانه در شمال کابل جان به در برده، از فعالان شناخته شده حقوق زنان در افغانستان است. 2 دوره نمایندگی در پارلمان افغانستان را در کارنامه سیاسیش دارد و از اولین زنانی است که در مسکو و قطر رو در رو با نمایندگان طالبان گفتگو کرده. نادر نادری چهره ای است که نامش بعد از سقوط حکومت طالبان و همزمان با تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر سر زبان ها افتاد. او عناوینی چون سفیر افتخاری حمایت از آزادی بیان، مشاور ارشد ریاست جمهوری و رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه را در کارنامه‌اش دارد و در 4 سال گذشته به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات اداری در دولت افغانستان کار کرده. عنایت الله بلیغ را شاید بتوان تنها روحانی اهل سنت در هیئت مذاکره کننده دولت دانست، هیئتی که قرار است رو در روی نمایندگان جریانی سنی مذهب با ایدئولوژی سفت و سخت مذهبی بنشیند. عنایت الله بلیغ عضو شورای علمای افغانستان است و در دانشگاه کابل استاد دروس دینی است. علاوه بر آن خطیب یکی از مشهورترین و مهمترین مساجد شهر کابل هم هست، مسجد پل خشتی. امین احمدی در ایران علوم دینی از قبیل فقه، تفسیر و عرفان اسلامی خوانده. او سالهای زیادی در دانشگاه‌های ایران و افغانستان تدریس کرده و از دستاندرکاران تهیه قانون اساسی فعلی افغانستان است. امین احمدی مدتی نیز عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان بود. غیرت بهیر چهره ای است که هم تجربه شورشگری دارد و هم تجربه مذاکره برای پایان شورشگری. او 4 سال پیش در ترکیب هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی افغانستان نقش کلیدی در امضای توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر این حزب بازی کرد. توافقنامه ای که به سالها دشمنی و جنگ حزب اسلامی با نظام فعلی افغانستان پایان داد و پای آقای حکمتیار را به کابل و معادلات سیاسی افغانستان باز کرد. با این حال آقای بهیر دیروز به دلیل آنچه که مخالفت حزب اسلامی با روند مذاکرات عنوان کرد، از همراهی هیئت دولت افغانستان سرباز زد. علاوه بر اینها چندین چهره سیاسی شناخته شده دیگر هم در ترکیب هیئت مذاکره کننده دولت دیده می شوند، از جمله 4 زن، و این درست همان چیزی است که در آن سوی میز مذاکره نخواهیم دید. هیئت مذاکره کننده طالبان که اکثر اعضای آن عضو شورای رهبری این گروه هم هستند. تنها چند روز پیش از آغاز گفتگوها سکان رهبری هیئت مذاکره کننده طالبان به بلندپایه‌ترین چهره مذهبی این گروه بعد از ملا هبت الله سپرده شد. شیخ عبدالحکیم قاضی القضات طالبان که در میان اعضای این گروه از صلاحیت فتوا برخوردار است و گفته می شود که در جریان مذاکرات طالبان و آمریکا مهر تأیید یا رد بر توافقات به دست آمده می زده. او را از نزدیکان ملا اختر منصور رهبر پیشین طالبان می دانند که یکی از گزینه‌های جانشینی آقای منصور بعد از کشته شدنش بوده، اما در نهایت رهبری طالبان به ملا هبت الله آخوندزاده می رسد. شیر محمد عباس استانکزی تا همین 10 روز پیش قرار بود رئیس این هیئت باشد. او در مذاکرات طالبان و آمریکا هم رئیس هیئت مذاکره کننده بود.
شیر محمد عباس استانکزی که سابقه نظامی دارد در تمام نزدیک به 10 سالی که از تأسیس دفتر سیاسی طالبان در قطر می‌گذرد از مردان اصلی این دفتر بوده و چند سالی هم ریاست آن را به عهده داشت. محمد نعیم به تازگی به عنوان سخنگوی تیم مذاکره کننده طالبان منصوب شده. نام او اولین بار در سال 2012 سر زبان ها افتاد، زمانی که شماری از مقامات دولت وقت افغانستان و چند چهره سیاسی دیگر در حومه پاریس با دو نماینده گروه طالبان دیدار کردند. محمد نعیم همان کسی است که در سال 2013 در کنار سهیل شاهین بیانیه افتتاح دفتر سیاسی طالبان در قطر را خواند. محمد انس حقانی، برادر ناتنی سراج الدین حقانی، رئیس شبکه حقانی. شبکه‌ای که گفته می‌شود در 2 دهه گذشته در خونبارترین حملات در افغانستان دست داشته. انس حقانی تا میانه‌های پارسال در بند دولت افغانستان بود. اما دولت او و 2 زندانی دیگر طالبان را در بدل رهایی 2 استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان آزاد کرد. انس حقانی بعد از آزادی به دوحه رفت و در ترکیب هیئت مذاکره کننده طالبان با آمریکا قرار گرفت. در هیئت طالبان 5 چهره مشهور دیگر این گروه هم دیده می شوند که روزگاری در گوانتانامو زندانی بودند: عبدالحق وسیق، محمد فاضل مظلوم، خیرالله خیرخواه، نورالله نوری و محمد نبی عمری. این 5 نفر در سال 2014 در بدل رهایی بوبرگدال نظامی آمریکایی آزاد شدند و به دوحه رفتند. فواد مسیحا، بی بی سی. نمایندگان طالبان امروز در مراسم افتتاحیه مذاکرات صلح در دوحه یک بار دیگه تاکید کردند که خواهان نظام اسلامی همه شمول در افغانستان هستن، درخواستی که پیشتر هم بارها روی اون تاکید کردن. این در حالی که دولت افغانستان بارها گفته حاضر به تغییر نظام و قانون اساسی این کشور نیست. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم که در مراسم شروع مذاکرات صلح شرکت کرده بود و در اون سخنرانی کرد، گفت انتخاب آینده سیاسی افغانستان دست خود افغان هاست و آمریکا قصد نداره نظام خودش رو به دیگران تحمیل بکنه. نسرین نوا همکارمون در کابل در گزارشش به خواسته های 2 طرف درباره نوع نظام آینده افغانستان پرداخته. تلاش و مقاومت نسلی که در جنگ بزرگ شده، رشد در جامعه افغانستان با سنت های دست و پاگیر برای زنان آسان نبوده. برای رسیدن به اینجا مسیری طولانی را پیمودند. بسیاری از این دخترها برای گرفتن حق و حقوق خود با جامعه جنگیدند، حالا نمیخواهند با طالبان هم برزمند. گروهی که چندین سال ماها ما را خانه‌نشین ساختن، ما چطور بتانیم که به خیابان‌های افغانستان رکاب بزنیم؟ دختران نسل ما، ورزشکاران، هنرپیشه و محصلان، ما نگران این هستیم اگر مذاکرات به نفع طالبان تمام شود، ممکن است از حق و حقوقی که خیلی با چالش‌های سخت و مشکلات خیلی زیاد خانم‌ها به دست آوردن محروم شود. زنان بسیاری نگرانند خواسته‌هایشان در مذاکرات قربانی سیاست شود. با این حال شماری معتقدند دولت برای حفظ حقوق زنان قاطع و طالبان ناچار به انعطافند. در نهایت حکومت و طالبان برای مشروعیت و مقبولیت سیاسی خود موارد حقوق بشر و حقوق زنان را جدی بحث خواهند کرد. حکومت مکلف است از ارزش هایی که تعریف کننده جمهوریت است دفاع کنه، تا همصدایی و انسجام افکار عمومی را در دفاع از نظام خود در داخل افغانستان حفظ کنه و همچنان میتونه از این به حیث ابزار ضد طالبانی استفاده کنه. در سوی دیگر طالبا که قدرت سیاسی را هدف آخر و خیر کلان خود تعریف میکنن، حتما انعطاف پذیری در این موارد نشان خواهند داد، تا ای که به حامیانشان مثل امریکا و قدرت های منطقه‌ای نشان بتن که روی کردشان نسبت به سیاست و حکومت تغییر کرده. آتش‌بس اولویت هیئت مذاکره کننده افغانستان است، اما برای به دست آوردن صلح حاضر به از دست دادن داشته های فعلی نیست. دولت همواره تاکید کرده جمهوریت، قانون اساسی و حفظ قوای نظامی قابل مباحثه و معامله نیست.
خط سرخ هایی که انتظار می رود مثل رهایی زندانیان طالبان از آن عبور نکند. طالبان نیز بارها گفته از ارزش ها و امارت اسلامی دست بردار نیست. هرچند خطوط مطالباتشان مبهم و تار است، خصوصا در مورد چشمانداز سیاسی، اما به گمان اغلب تغییر نظام و شرایط فعلی زنان از مطالبات مهم آنهاست. آنچرا که به نظر می رسد دولت به عنوان پیش شرط آتش بس قبول نخواهد کرد. بنابراین تفاهم در مورد آینده سیاسی میان دو نسخه کاملا متفاوت حکومتداری به باور کارشناسان سخت ترین قسمت این مذاکرات است. گفتگوهای بین الافغانی به زودی شروع میشه، اما آجندای هر دو تیم آجندای بسیار سفت و سختی است. دولت افغانستان بر آتش بس سراسری تاکید میکند، طالبان بر احتمالاً بر مباحث مقدماتی برای تغییر نظام سیاسی و حاکمیت یک نظام سیاسی مبتنی بر شریعت بحث خواهند کرد که او از مجرای تغییر حکومت در کابل و روی کار آمدن یک حکومت موقت امکان پذیر خواهد بود. جنگ برای طالبان در دو دهه گذشته بهترین اهرم فشار بوده. دست برداشتن از سلاح بدون امتیاز برای این گروه ناممکن به نظر می رسد. به همین دلیل رسیدن به نقطه مشترکی در مورد آینده نظامی هم راه مذاکرات را طولانی تر خواهد کرد. طالبان با دست بالا با مذاکرات میان، چرا که تا حال هر قدر امتیاز که خواستن تونستن به دست بیارن. در مورد ادغام احتمالاً به قدم اول یک ساختار جدید طالبان پیشنهاد کنن و به قدم دوم ادغام نیروها به طوری که بتونه بالانس و حضورشان از لحاظ قدرت حفظ کنه. اما برای افغانستان موضوع جمهوریت و حفظ قوای امنیتی از مسائلی است که قابل بحث نیست. در یکی دو روز آینده با ادامه گفتگوهای مستقیم چشمانداز ملموستری از مطالبات دو طرف به میان خواهد آمد، اما با توجه به پیشینه و سرعت روند گفتگوهای صلح این مذاکرات دامنه‌دار خواهد شد و نتیجه هم نامشخص. با این همه این مذاکرات برای دولت و ملت افغانستان با انتظار پایان جنگ آغاز شده، خوابی که اگر به حقیقت بپیونده خالی از خودگذری ها نخواهد بود. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید در این 60 دقیقه ویژه. این برنامه برنامه‌های قبلی ما رو میتونید در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا کنید. ممنون از همراهیتون.